فرقد وطنف ساکنی 24 ساله شهر دوشنبه که سالی گذشته با تلاش های پدرش از روی سوریا به تاجیکستان برگشت آخری هفته گذشته ازدواج کرد. در همین روز محمد محمدیو ساکنی 26 ساله پای تاجیکستان که در سوریا سربازی دیش بود به 13 سال زندان محکوم شد. هفته گذشته زمانی که فرقد همسر آیندهش را به خانه پدرش می دادگاه حکم محمد را 3 ساعت قراعت کرد. ӯро ба иштироки мусаллаҳона дар ҷангҳои сурия ва кӯмаки тиббӣ ба полковники фирорӣ гулмурод ҳалимов айбдор карданд фурқатро падараш моҳи июли соли 2016 аз туркия ба ватан баргардонда ба мақомот таслим кард маҳмадро охири соли 2016 мақомоти туркия дар атрофи манбиҷи сурия боздошт карда ва моҳи январи соли 2017 ба мақомоти тоҷикистон супурданд به نظر می رسد که آغاز راه این دو جوان شبیه هم است ولی پایان راه برای هر یک شکل دیگر دارد این دو ساکن شهر دوشنبه سه سال پیش با عقیده های گروهی تندرو در روسیه گرویدند امریدین و تنوف پدر فرقد و که دندان پیزشک است در همکاری با مقامات ماهی یولی سال 2016 یک روز پیش از سفری پیسرش به سوریا او را پیدا کرد و به وطن برگرداند. فیض جون محمدیف پدر محمد که راننده مسافرکش است در حالی از پیوستن پیسرش به دیش خبر یافت که مقامات انتظامی او را برای صحبت دعوت کردند این دقیق همون وقتی بود که نوارهای تبلیغاتی محمد محمدیف و همقیده هایش از قلمرو تحت نظرات دیش فرقت را برای رفتن به جنگ سوریه جلب میکرد фурқат низ корашро дар русия соли 2015 аз даст дод ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои худрои наҷот меҷуст маъмулан волидон ва пайвандони дигари муттаҳам дар узвият ба гурӯҳҳои ифротӣ онҳоро бачаҳои хуб тавсиф мекунанд ва аз пайвастанашон ба ин гурӯҳҳо изҳори ҳайрат мекунанд амриддин ватанов падари фурқат мегӯяд ҳама фарзан барои падар бачаи хуб аст аммо аз таҷрибааш ба ёд меорад ва мегӯяд дар фурсати каме ки писараш аз ӯ дур буд барои террорист шуданаш кофӣ будааст تای دو ماهی که او در محبس بود برایش روانشناس برد که خیال خطرناک را از ذهن پسرش دور کند و تنف پسرش را خانه دور کرد تا فکرش به زندگی تازه جلب شود فیضی جان محمدیف پدر محمد پس از استرداد پسرش از ترکیه در شش ماه پیش او را بار هم ندیده است محمدیف برای حمایت پسرش وکیل دفاع هم نگرفت چون با قول خودش دولت میداند که با او چی کار کند از بالای 13 سالی حکم زندانی پسرش به دادگاه زنای بالای نیز شکایت بردنی نیست. فیضی جان محمدیف پدری محمد میگوید پس از رفتن پسرش به سوریا و بازداشت و استردادی او زندگیش تغییر یافت. نزدیکان با او همچون پدری تروریست مناسبتی سرد میکنند و خودش هم خجالت میکشد که به معرکه هم محله ها بیرود. امردین وطنف پدری فرقد میگوید پیروی پسرش از ترین گروه تروریستی داغیسی ها در صحیفه زندگیش بود. ولی میگوید با برگردانیدن پسرش از جاده پرخطر و بدنام کننده خود را در نزد مقامات جامعه سفید کرد با چه زور و به حد با چه زور همین توجه گفتش میره هم که فرزند رو من چور تا دورم همین در بین شام با پیسو با میره وش دیگه خیلی فرقت به زندگی پس از سربازی دیش به مشکلی عادت میکند و قبل خودش از او 70 درصد دوستانش روی گرداندند و 30 درصد دیگر احتیاط کرونا مناسبت میکنند همسری 18 سالش گذشته او را نمیداند فرقت میگوید اول میخواد همسری خوب بودنش را ثابت کند و بعدا گذشته را برای همسرش قصه کند یک ژاپو شیرینی که خلیل چه نسایی در طور شلی سری از نیاز نلازه نیست چه نسایی در طور شلی سری از نیاز نلازه نیست چه نسایی و از این نیاز نمونده پس از او شدن دوباره برای کار بر روسیه رفت و حالا نیز تصمیمی سفر بر روسیه را رو دارد محمد که قرار است 13 سال در زندان بماند ازدواج نکرده است با این وجود پدر محمد در مقایسه با والدین جوانانی که پسرانشان در عراق و سوریه کشته یا بینام و نشان شدند خود را خوشبخت‌تر می‌داند тасаллуяш ин аст ки дар зиндон ҳам бошад писараш дар ватан аст ва рӯзе озод мешавад мақомот қазияи ин ду ҷавонро аз намунаҳое медонанд ки ҷангҷӯёни пушаймоншуда ва боздоштшудаи диишт дар тоҷикистон онро таҷруба мекунанд